ότι پلیروفوریون کیپرو. بنابرای اطلاعاتی که پلیس یونانی قبرس در اختیار من گذاشته ما میدانیم که در حال حاضر در مورد یک عملیات تروریستی یک پرونده تحقیقاتی در این کشور تشکیل شده اطلاعات جزئی تر را دفتر نخست وزیر اسرائیل داده و گفته که یک شهروند 38 ساله آذربایجانی از طرف ایران مأمور شده که به اسرائیلی ها در بخش یونانی قبرس حمله کنه با کشف سومین اسلحه که در اختیار این فرد بوده اکنون مشخص شده که اجرای این عملیات کاملا برنامه ریزی شده بوده و علاوه بر کشف صلاح ها شش مزنون دیگر هم در این رابطه توسط پلیس قبرس دستگیر شدند این افراد در شهرهای مختلف بخش یونان نشین قبرس مانند نیکوزیا، لیماسول و پافوس در حال رفت آمد بودند و همزمان با یکدیگر هم در ارتباط بودند و این نشان میدهد که آنها در حال آمادگی برای اجرای یک عملیات بزرگ بودند. عکس ها و تصاویر ویدیویی در اختیار پلیس نشان می‌دهد که این شش مظنون به ایران رفت و آمد داشتند اما روزنامه پولیتیس قبرس هنوز این موضوع را تایید نکرده منابع اطلاعاتی قبرس به من گفتند که این اطلاعات جدید به دست آمده تاکنون در دادگاه و از سوی قضات مورد بحث قرار نگرفته است قبرس در این پرونده به عنوان یک میانجین بین اسرائیل و ایران عمل می کند و دلیل اینکه این اطلاعات جدید تا کنون به شکل علنی اعلام نشده این است که پلیس یونانی قبرس نیاز دارد تا در تعاملش با این پرونده بیشتر احتیاط کند منابع اطلاعاتی من گفتند که مامورانی از طرف موساد اکنون در قبرس هستند تا به روند تحقیقات در این پرونده کمک کنند این اولین بار هم نیست که موساد در روند تحقیقات یک پرونده تروریستی به قبرس کمک می کند ما تا امروز تصویر دقیقی از چگونگی انجام این عملیات نداریم اما میدانیم که موساد از این عملیات اطلاع داشته و سپس تا آنجا که پلیس منطقه یونانشین قبرس و مقامات امنیتی این کشور به من گفتن این فرد آذربایجانی در تلاش بوده تا به اسلحه دست پیدا کند و در طول سفر به منطقه ترک نشین قبرس حداقل چهار بار خودروهای متفاوتی را برای رانندگی اجاره کرده بوده همه این اطلاعات توسط موساد به پلیس قبرس داده شده دلیل دستگیری او هم در تاریخ 27 سپتامبر این بوده که پلیس یونانی قبرس به این نتیجه رسیده بود که این فرد آذربایجانی آماده بوده که عملیات خود را اجرایی کند پلیس یونانی قبرس پس از اطلاعاتی که موساد داد فرد 38 ساله آذری را تحت نظر داشته این فرد از اوایل سپتامبر امسال در قبرس بوده و در تاریخ 27 سپتامبر دستگیر شده در فاصله حضور در بخش یونانی نشین قبرس تا دستگیری این فرد به منطقه ترک نشین قبرس هم سفر کرده و در تماس با اشخاص گوناگونی در اینجا بوده. نه. سناریوی عملیاتی که این فرد آذربایجانی داشته و میخواسته تدیساگی میلیاردر اسرائیلی را ترور کند هنوز توسط پلیس قبرس در حال بررسی و تحقیق است منابع اطلاعاتی من گفتند که اگر در دادگاه ثابت شود ایران برای این عملیات ریزی کرده باشد می‌توان به این نتیجه رسید که ایران به راحتی می‌تواند تجار و اتباع اسرائیل در خاک قبرس را هدف خود قرار دهد چنین اقدامی پیامدهای بسیار خطرناکی دارد به خصوص اگر افراد شده و پولداری مانند تدیساگی هدف این قبیل عملیات باشند بنابراین بله این فرد 38 ساله آذربایجانی احتمالا قصد هدف قرار دادن اسرائیلی های ساکن قبرس ها داشته و فراموش نکنیم که او هنوز یک مزنون به شمار می رود و دادگاه هنوز تصمیمی در این مورد نگرفته